اگر شما هم دوست دارید بدونید مطابق عکسی که در ابتدای ویدیو مشاهده کردید چطور میتونید با استفاده از گرادیان های فتوشاپ یک مچ کالر زیبا داشته باشید، تا آخر این ویدیوی آموزشی با من همراه باشید از چنل پرشین آکادمی. دوستان سلام، سالار هستم از چنل پرشین آکادمی. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از نرم افزار فتوشاپ در خدمت شما هستم. امروز میخوایم بیشتر راجع به گرادیان های رنگی صحبت بکنیم و با استفاده از مچ کالری که ایجاد میکنیم بتونیم یک عکس سینمایی زیباتر خلق کنیم. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ نرم افزار فتوشاپ. خب دوستان، اومدیم سراغ آموزش. اول از همه عکسی که داریم رو با هم مشاهده میکنیم، میخوایم روی این عکس کار بکنیم. این قبل از حالتیه که ما ادیت رو روش انجام داده باشیم و در نهایت زمانی که شما این ویدیو رو ببینید میتونید این عکس رو تبدیل به همچین عکسی بکنید. خب همونطور که میبینید علاوه بر این که این دایره قرمز رنگ دورش ایجاد شده، حالا اینکه ساده است، مهمترین قسمتش جاهای مربوط به نورپردازی و روشناییه که خب این جاهایی که غلظت نور بیشتره تأثیر گذاشته روی عکس اصلی ما، این جاهایی که تاریک‌تره ما حالت تاریک‌تر توی عکسمون می‌بینیم و یه جور تونستیم یه جلوه جالبی رو به عکسمون بدیم. خب حالا برای اینکه این کارو بکنید، من اول از همه مثل همیشه کارهایی که کردم رو از بین ببرم تا مرحله به مرحله به شما آموزش بدم. این عکس کلی هست که ما می‌خوایم ادیت روش انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم، چون حالا عکس من بک‌گراند نداره، یه بک‌گراند مشکی میخوام براش ایجاد کنم. ممکنه عکس شما بک‌گراند رو داشته باشه، دیگه نیازی به این مرحله نداشته باشید. برای اینکه بک‌گراند مشکی ایجاد بکنم، از این قسمت پایین میام سالید کالر رو انتخاب میکنم و رنگ مشکی با سچوریشن 100% رو انتخاب میکنم. حالا برای اینکه این لایه من روی عکس قبلیم قرار نگیره، میام اینو به قسمت پایین لایه ها انتقالش میدم، میارمش این پایین تر، یه قسمت دیگه میارمش پایین. خب الان این بک‌گراند مشکی من کامل افتاد زیر عکس من و دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم. کار بعدی که باید بکنیم اینه که اون لایتینگی که مد نظرمونه بیاریم. حالا شما میتونید از هر لایتینگی استفاده بکنید، داخل اینترنت هم خیلی افکت های مختلفی وجود داره که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید استفاده کنید. به طور مثال من از همچین لایتینگی استفاده میکنم. خب این لایتینگ رو درگ اند دراپ کردم، آوردمش اینجا، جایی که دوست دارم قرار بگیره رو انتخاب میکنم. حالا هر جایی که میخوایم، بستگی به شما داره. وقتی که آوردم روی دکمه اوکی کلیک میکنم، اما چیزی که وجود داره اینه که الان این عکس من افتاده زیر عکس قبلی و قراره که بیفته بالای عکس من. پس چیکار میکنم؟ باید ببرمش توی بالاترین لایه قرارش بدم. خب میبرمش از این قسمت، میگیرم میبرمش بیرون. خب الان اومد توی بالاترین لایه قرار گرفت، اما خب همونطور که دیدیم چون خود عکس من بک‌گراند مشکی داشت، کامل افتاد روی عکس قبلیم. برای اینکه بک‌گراند مشکیشو از بین ببریم چیکار میکنیم؟ از قسمت مربوط به بلند میام روی قسمت اسکرین کلیک میکنم تا حالت مشکی بک‌گراند من رو از بین ببره. الان عکس من اون حالت خامش آماده است و حالا باید یه سری ادیت کنم تا این عکس من باورپذیرتر باشه، چون اصلا در حالت حاضر عکس من قابل قبول نیست. الان چیزی که مشاهده میکنید، میبینید که یک حالت دورانی شکلی، حالا همین عکسی که مشاهده میکنید، اومده دور تا دور عکس من چرخیده، اما این چرخیدن خیلی به من نشون داده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اگر قرار باشه این دور عکس من به چرخه، اینجاها نباید نمایش داده بشه، اینجاها نباید باشه و این رینگ قرمز رنگ من باید جلوی عکسم باشه و وقتی میپیچه میره پشت عکس من، دیگه باید بیفته پشت عکس من و دیگه جلوی عکس من نباید باشه. پس ما میخوایم اینو با هم درست کنیم. قسمتایی که میره پشت عکس رو باید از بین ببریم تا باورپذیری این که این رینگ اومده دور عکس من چرخیده یه ذره بهتر بشه. اما قبل از اون من یه ادیتی واسه عکس خودم بکنم، میام یه ذره یه کنترل ال زدم، میام یه مقدار یه عدد زیادی، مثلا عدد 40 میدم، یه مقدار جلوه رنگی بهتری داشته باشه. ممکنه شما نیاز باشه همچین کاری بکنید، ممکنه رینگ لایتتون انقدر قشنگ باشه که نیاز به همچین چیزی نداشته باشید. خب میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم قسمت هایی که اضافی بود
مخصوصا این قسمت هایی که حالا مربوط به قسمت سر هست رو از بین ببریم. برای این کار اول از همه میام پایین، این سلکشنی که اینجا داشتم کنترل نگه میدارم، روی سلکشنم کلیک میکنم. شما هم اگه عکستون از جای دیگه اوورده باشید یا مثلا دورشو بریده باشید، زمانی که روی لیر ماسکش با نگه داشتن دکمه کنترل کلیک بکنید، سلکشنتون رو دوباره انتخاب میکنه. خب زمانی که سلکشن من دوباره انتخاب شد، برمیگردم به همین لایه سمپلی که این بالا داشتم، میام یه دونه براش برای خودم درست میکنم، میام حالا براشم از اینجا برمیدارم، فلو رو بالا میذارم چون میخوام یه جاهایی رو از بین ببرم، رنگم رو میام روی رنگ مشکی میذارم، دی رو میزنم که خودش رنگ سفید و مشکی رو برای من درست بکنه، و کاری که میخوام بکنم اینه که توی یه لیر ماسکی که برای حالا این لایه سمپلم میسازم، بیام این قسمت ها رو پاک بکنم. پس از این قسمت اد لیر ماسک رو میزنم، بذارید اینو دی سلکت کنم، اول لیر ماسکم رو بسازم، از این قسمت پایین اد لیر ماسک رو میزنم، میام از این پایین دوباره سلکشنم رو انتخاب میکنم، میرم روی لایه‌ای که اوورده بودم، روی قسمت سمپل، حالا اسم مال من اسمش سمپل بود، میام اینجا براش رو انتخاب میکنم، با برکت چپ و راست بزرگ و کوچیکش میکنم و با رنگ مشکی جاهایی که لازم ندارم و شروع میکنم از بین میبرم. مثلا این قسمت ها همه اضافه است، همه این جاها رو پاک میکنم، همچنین این قسمت، تمام جاهایی که به اشتباه روی عکس من قرار گرفته رو میام از بین میبرم. خب اینجا هم که باید جلوی عکس باشه مشکلی نیست و تقریبا تمومه. خب یه کنترل دی میزنم که دیسلکت بشه و الان همونطور که میبینید الان جلوه بهتری داره، الان بیشتر نشون میده که یه چیزی اومده دور این آدم من چرخیده و اون حالت اینکه یه قسمتش جلوه و یه قسمتش پشته خیلی بهتر داره نمایش داده میشه. خب حالا روی این لایه سابجکت اصلی خودم کلیک میکنم، از پایین گرادین مپ رو باز میکنم، میام میندازمش روی لایه سابجکتم. کاری که میخوام بکنم اینه که ببینید الان من این آدمی که اینجا دارم یا رنگش سیاه و سفید خواهد بود یا رنگ پوست اصلی که خودش داره، اما وقتی که یک لایتینگ قرمز رنگ یا هر رنگی داره به یه عکسی تأثیر میذاره، ما باید تأثیرش روی عکس ببینیم. یعنی عکس من باید به خاطر این حالتهای نئون قرمز رنگ حالت رنگ قرمز به خودش بگیره. پس من اینو باید با استفاده از گرادیان های رنگی که دارم ایجاد کنم. زمانی که گرادین مپ رو آوردم، بالای لایه سابجکت هم میذارم، کلیپینگ ماسک انجام میدم، لایه بالا و پایین رو به هم کلیپینگ ماسکش میکنم با نگه داشتن دکمه آلت. زمانی که کلیپینگ ماسک شد، از حالت لیر ماسک میرم روی خود گرادیان اصلیم و روی گرادیانم یه دونه کلیک میکنم تا آپشن مربوط به گرادیان برای من باز بشه. حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که قطره چکون از اینجا انتخاب میکنیم، حتما سمپلتون روی آل لیر باید باشه و سمپل سایزتون یا 3x3 یا 5x5 باید باشه. حالا من فعلا برای این عکس 3x3 رو انتخاب کردم و حتما هم همونطور که گفتم سمپلتون روی آل لیر باشه. خب حالا میام قسمت‌های تاریک و روشن رو به گرادیانم معرفی میکنم. مثلا برای قسمت روشن یک کلیک روی قسمت روشن میکنم، کالر رو انتخاب میکنم و میام روشن‌ترین قسمتی که روی عکسم وجود داره رو انتخاب میکنم. مثلا اینجا برای من روشن‌ترین عکس برایتنسش 100%ه، روی اوکی کلیک میکنم. برای تاریک‌ترین قسمتم روی این قسمت کلیک میکنم، کالر رو انتخاب میکنم، رنگ مشکی رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. خب حالا لازمه که تقریبا دو سه تا دیگه گرادیان این وسط دوباره معرفی بکنیم. مثلا یه گرادیان میام اینجا انتخاب میکنم، کالر رو میزنم، میام یه رنگی که بذارید ببینید من الان اینجا چیزی که انتخاب کردم لوکیشنش چی بود، لوکیشنش 80. خب حالا عدد لوکیشن شما تقریبا باید با عدد برایتنس شما یکی باشه، یعنی لوکیشن من 80ه، رنگی که انتخاب میکنم برایتنس 51 نباید داشته باشه، باید یه چیزی نزدیک به اون باشه. مثلا من یه رنگی اینجا پیدا کردم برایتنسش 81. خب روی دکمه اوکی کلیک میکنم، اینم میذارم لوکیشن رو 81 که با عدد برایتنس من یکی بشه. حالا میام یه رنگ تاریکتر انتخاب میکنم، لوکیشن من 17ه، پس باید یه عکسی داشته باشم که عددش نزدیک، یه رنگی داشته باشم که به 17 نزدیک باشه. مثلا میام از 16 استفاده میکنم، خب رنگ 16 رو گرفتم، لوکیشنش رو میذارم 16 و همینجوری شما میتونید رنگ‌های مختلفی رو انتخاب کنید. دوباره یکی دیگه میسازم تقریبا وسط لوکیشن 48،
یه برایتنس حدود 50 نیاز داریم. دوباره همینجوری هی باید حرکت کنیم ببینیم کجا برایتنس 50. خب اینجا دقیقاً برایتنس 50 رو داریم. میتونید بازم حالا چیزای دیگه اضافه کنید، مثلا لوکیشن 65. دوباره میام یه چیزی که برایتنسش نزدیک به 65 باشه. خب 68 عدد مناسبیه، یه دونه 68 اینجا اعمال میکنم. و یکی دیگه هم اگه این وسط داشته باشم، مثلا حدود عدد 30، خب میام اینجا 32 رو انتخاب میکنم، لوکیشن و عددشون میکنم 32. الان تقریبا گرادیان هایی که دارم مناسبه، یه اوکی میکنم، یه زوم اوت انجام بدیم. حالا کاری که میتونید بکنید، میتونید روی همین گرادیانتون دوباره کلیک کنید و میتونید یه مقدار اینا رو چپ و راست بکنید تا یه ذره جلوه بهتری بدید. مثلا من حالا با توجه به عکسی که دارم میام یه مقدار اینا رو به سمت چپ میارم، یه مقدار به سمت راست میارم. ببین هر تغییری که ایجاد کنید کاملا روی عکستون داره نمایش داده میشه. این دیگه سلیقه یه بستگی به خود شما داره که هر کدوم رو بخواید چه جوری تنظیم کنید. خب حالا که این کارو کردم، گرادیان من ساخته شد، اما یه مقدار بیش از حد رنگ اعمال شد و رنگ عکس اصلی من همونطور که میبینید یه جورایی از بین رفته. پس یه مقدار باید اوپاسیتیش رو کمتر کنم. مثلا میام اوپاسیتی رو روی عدد 70 یا 65 تقریبا بذارم، فکر میکنم عدد خوبی باشه. پس اوپاسیتی گرادیانم رو میام روی عدد 70 میذارم. حالا الان اون حالت بازتاب نور به عکس من اعمال شد، اما حالا میخوایم یه مقدار عکس رو باز باورپذیریش رو راحت تر کنیم. چجوری؟ میخوایم بگیم جاهایی که تاریک تره، یعنی جاهایی که نور کمتر بهش تابیده، عکس من باید حالت تاریک تر داشته باشه. این قسمت ها که غلظت این لایت من خیلی زیاده، اینجاها باید حالت روشنتری برای عکس من داشته باشه. خب برای این کار چی کار میکنیم؟ اول از همه میخوایم قسمت های تاریک رو یه ذره تاریک تر بکنم. میام توی لیر ماسک مربوط به گرادیان، رنگم رو مشکی میکنم، براش رو برداشتم، رنگ مشکی رو برمیدارم، فلو رو میتونم یه مقدار کمتر بکنم. میام این جاهایی که میخوام مشکی بکنم یه ذره باز فلو رو کمتر میکنم، جاهایی که قراره مشکی بشه رو یه مقدار میام اون حالت رنگ رو بهش اعمال میکنم، رنگ مشکی، حالا فلو رو یه مقدار باز کمترش میکنیم. خب میام این جاها رو اون حالت رنگ رو از بین میبرم، بازم فلو زیاده، فلو رو کمتر میکنم، مثلا روی 5% میذارم و میام این جاها رو اون حالت رنگ قرمز رو ازش میگیرم. و خب الان اگه ببینید این قسمت ها حالت رنگ قرمز زیاده و اینجاها همونطور که انتظار میره جاهاییه که رنگ قرمز من کمتر داره بهش اعمال میشه. حواستون هم باشه فلو رو پایین بیارید که عکستون یه دفعه اگزاجره شروع نکنه به تاریک شدن. خب حالا کار بعدی که میکنم، میخوام قسمت های روشن و روشنتر بکنم. از چی استفاده میکنم؟ از کرو استفاده میکنم. میام از این پایین یه دونه کرو برای خودم میسازم. کروی که ساخته ام میام حالت روشن بهش میدم، مثلا میام یه حالت روشنایی زیادی بهش میدم. میام توی لیر ماسکش کنترل آی رو میزنم که همه جا مشکی بشه، فقط میخوام یه سری جاهایی که میخوام رو روشن کنم. خب براش رو انتخاب میکنم، رنگم مشکیه، ایکس رو میزنم، براش من به رنگ سفید در میاد، پوینتر رو بزرگ میکنم و شروع میکنم. حالا بذارید یه ذره فلو رو ببرم بالاتر. شروع میکنم جاهایی که قرار روشن بشه رو روشنش میکنم، باز فلو بیشتر. این جاهایی که رنگ من قرار بود بیشتر اعمال بشه، اینجاها رو میام با رنگ سفید با فلو بالاتر میام رنگ میکنم. که خب اینجا هم شما هر چی ببینید، این قسمت ها رو من الان اومدم بهش رنگ قرمز دادم، هر چی رو کم و زیاد کنید میبینید که حالت عکستون عوض میشه. من مثلا میام یه کرو زیاد روشنایی بهش میدم که معلوم بشه این قسمت ها روشنایی بیشتری داره و اینطوری یه ذره عکسم رو جالب تر میکنم. خب حالا بازم میتونید یه کار دیگه کنید. یه کار دیگه که میتونید بکنید چیه؟ اینه که دوباره یه دونه کرو دیگه بسازید و فقط توی این کرو این قسمتی که خیلی تمرکز نور زیاده اینجا رو یه رنگ وحشتناکی بهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی میام فعلا لیر ماسکش رو کنترل آی میزنم، اینورت میکنم، میام اینجا رو با براشم فلو رو میبرم بالاتر، اینجا رو میام یه پوینت سفید درست میکنم و یه رنگ خیلی زیادی میام به این قسمت میدم. که خب میبینید همونطور که اینجا خیلی رنگ زیاده، باید یه جلوه زیادی هم داشته باشه. خب زوم اوت میکنم و این نتیجه کاریه که من بعد از ادیت کردنم میتونم
داشته باشم، که خب همونطور که میبینید مهمترین چیز اینجا سه تا چیز بود. یکی این که این چیز چرخشی که آوردم، این سمپل چرخشی که آوردم، یه کاری کنم دور عکسم به چرخه. دو، نقاطی که تاریک‌تر هست رو باید تاریک بکنم مثل قسمت سر. و سه، نقاطی که خیلی روشنه و رنگ بیشتری وجود داره رو باید روشن‌تر بکنم، که این کار اینجا مشاهده کردید. و اینجوری شما میتونید از این حالت استفاده بکنید. حالا من همه اینا رو بیام یه گروپ بکنم، از این حالت میتونید استفاده کنید و عکستون رو اینطوری ادیت بکنید. بیفور و افتر کار رو هم میتونیم ببینیم. این عکسی بود که قبل از این بود که ما ادیت رو روش انجام بدیم، و زمانی که ادیت رو روش انجام دادیم تبدیل به همچین عکسی شد، که خب خیلی جلوه قشنگتری میتونه برای شما داشته باشه. خب دوستان، امیدوارم از تماشای این ویدیوی آموزشی لذت برده باشید. اگر اولین بار هست که ویدیوهای من رو میبینید، لازمه بهتون بگم من داخل همین چنل یوتیوبم ویدیوهای مختلف دیگه هم از ادیت عکس دارم، ویدیوهای مختلف از ادیت فیلم دارم. اگر شما علاقه مندید داخل یوتیوب فعالیت کنید، یه پلیلیستی دارم که به شما کمک میکنه چطور 100 سابسکرایب اول رو پیدا کنید، چطور چنلتون رو راه اندازی کنید، و در نهایت چطور شما هم بتونید از یوتیوب کسب درآمد کنید. پس از شما دعوت میکنم چنل منو سابسکرایب کنید، و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید خوشحال میشم توی قسمت کامنت با من در میون بذارید.